فرصت امین متوسط زاده در حال چرخش وارد محوطه جریمه شد، متوسط زاده پاس رو بیرون کبه یه شوت و گردان در اون سمت هم سپاهانی ها بهترین مدافع خودشون یعنی فرشته طالبی رو در اختیار ندارن، یه ضربه خطرناک بالای دروازه به بیرون رفت. عقب‌تر با فراهانی یه اشتباه میرفت که کار دست فراهانی بده و توپی که محرم نوید کیا میزنه و به بیرون میره. ارسال بروی دروازه، یه ضربه سر به دست یه نفر برخورد کرد، پنالتی و پنالتی برای داماشی ها در 19 دقیقه بازی و یک اخطار کارت زرد برای احسان حاج صفی. همه منتظر دستور داور هستن، تورج اقبالی دستور خودش میدمه، خود مصطفی حاجتی میزنه و گل و گل گل برای تیم داماش توسط مصطفی حاجتی از نقطه پنالتی. متوسط زاده عالی عبور میکنه، متوسط زاده یه شوت و گل و گل گل دوم برای داماشی ها توسط امین متوسط زاده. داماش چیکار داره میکنه تو این بازی؟ جوایز سوکای از همونجا یه شوت با فاصله کمی از بالای دروازه به بیرون رفت. سوکای موفق تا مرتضی ابراهیمی یه پاس همچنان سوکای و از کجا به بیرون میزنه توپ رو محمد رضا خلعتفری. دوبلو میره نوید کیا توپ رو بای خوب و یک اخطار دیگه خواهد داد اونجا به کی نشون میده؟ فکر کنم اخراج باید بشه. ابوذر رحیمی واقعا به پاش برخورد نکرد، نگاه کنید. جهان آلیان پاس عالی، فرصت خلعتفری و میگیره توپ رو میلاد فراهانی. امین متوسط زاده حاجتی اون و درخواست توپ کرده، فرصت مصطفی حاجتی تک به تک و به گردان میکوبه توپ رو. برها بازی کردن با سه مدافع میتونه در ضد حمله برای سپانی ها خطرناک هم باشه. حالا محرم نوید کیا یه پاس فوق العاده در محوطه جریمه محمد غلامی و از کنار دروازه توپش عبور میکنه. فشار یاران سپاهان و ضربه سری که کنار دروازه به بیرون میره، یه ضربه مستقیم و گل و گل برای سپاهان روی یک ضربه ایستگاهی. خلعتفری یکی از گلهای خورده رو جبران میکنه.